کنم، به خاک از نخون لاله کاری کنم. سپهدار من چون خدا یار تو، دعای شهیدان مدد کار تو. به میدان هراسان شده دشمنت، به نازم به گرمی بازار تو. به نازم به گرمی بازار تو، وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رحمت جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رحمت جان دهم، به خاک از خون لاله کاری کنم. به خاک از خون لاله کاری کنم، وطن در رحمت جان نثاری کنم. ز خون خاک تو آب یاری کنم، چه ارزش بود در رحمت جان دهم. به خاک از خون لاله کاری کنم، به خاک از خون لاله کاری کنم. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در لحد جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در لحد جان دهم، به خاک از خون لاله کاری کنم. به خاک از خون لاله کاری کنم. درود به خدا و ملائکت، به روان پاک و مطهر شهدای گلگون کفن که در راه میهن از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند. زنده باد وطن، زنده باد افغانستان. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رحمت جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رحمت جان دهم، به خاک از خون لاله کاری کنم. به خاک از خون لاله کاری کنم. زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، به نازم به شیران بی باک تو. خرامان و قرآن همه صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو. نظر آورن سوی افلاک تو. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رحمت جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رحمت جان دهم، به خاک از خون لاله کاری کنم. به خاک از خون لاله کاری کنم. سپهدار من چون خدا یار تو، دعای شهیدان مدد کار تو. به میدان هراسان شده دشمنت، به نازم به گرمی بازار تو. به نازم به گرمی بازار تو، وطن عشق. بیننده های عزیز شبکه ورزشی 3، باز هم خوش آمدید. رقابت بعدی در وزن 65 کیلوگرم برگزار خواهد شد و مبارز در کارنر سرخ با 19 سال سن با ریکارد دو برد از ولایت پنجشیر و از تا
توفیق الله بنشیری و حریفش در کارنر آبی با 19 سال سن با ریکارد 1 برد از ولایت خوست و او هست عبدالله زدران داور مرکزی استاد شفیع الله. کاسه سر ستون فقرات فعال نمیزنیم وقتی استاد میگم استاد فاید میگم فاید اسکیچ محکم نمیگم فاید مسابقه سوم امروزی هم تا لحظات بعد آغاز خشله حالا آغاز میشه در وزن 65 کیلوگرم. ببینیم که این رقابت چگونه بهتون خواهد رسید. رفته پا از سیه پنچیری سعی میکنه تا حریف خودش تک داون بسازه. تلاش از سیه هر دو مبارز ادامه داره. رقابت جذابی معلوم میشه. ببینیم که رفته نخست چگونه سپری خواهد شد. تلاش از سیه هر دو مبارز ادامه داره. تک داون بسازه حریف خودش توفیق الله پنچیری در حالت فولگال قرار گرفته در گوشی کیچ. ببینیم که از این حالت ساده خواهد بود یا خیر. همچنان باید تلاش خودشان ادامه میدن هر دو فری فایتر. لحظات جالب در این مسابقه است. ضربات پای در پای حاکنای چپ از سوی توفیق الله پنچیری 19 ساله است از ولایت پنچیر اشتراک کرده در این مسابقه. همچنان ضربات خودش داره. سر حکم مسابقات معاون اداری سازمان OFC استاد قاسم ولیزاده و همچنان معاون سر حکم مسابقات هم استاد رحمت الله چکری است و این مسابقه را فعلا قضاوت میکنند در بخش هیئت جوری. کار دنبال میشه. همچنان تلاش از هر دو مبارز در حالت فولگارد قرار داره. توفیق الله پنچیری ورزشکاری که دو ریکارد هم داره و حریفش هم عبدالله زدران یک ریکارد داره. ببینیم که ریکارد خودش مساوی خواهد ساخت با حریف خودش توفیق الله. فعلا رمت اول مسابقه است که آرام دنبال میشه. اجازه ضربه زنی رو نمیده برای توفیق الله پنچیری. آکنه خیلی خطرناکی هم زد اینجا پنچیری. همچنان رمت اول مسابقه است که رقابت ادامه داره. سعی میکنن تا ضربات را استفاده کنن هر دو مبارز در همین حالت. حتی فول گارد دارم تذکرات خودشم میده به هر دو مبارز تا پرکار باشند. گراد خطرناک زده شد. تلاش ها ادامه داره از هر دو فری فایتر. حتی فول گارد در اختیار توفیق الله پنچیری هست. سعی میکنن تا گراد های داشته باشه و ضربات حاکن چپ از این مبارز زده شد. رقابت هایی که به صورت زنده تقدیم شما ایزان میشه به صورت زنده از طریق تلویزیون خودتان تلویزیون ورزشی 3 39مین دوره رقابت های مبارزات آزاد سازمان جهانی OFC و رقابت سومی که در وزن 65 کیلوگرم فعلا در جریان هست. تشاهای بیشتر از سوی توفیق الله پنچیری نتونست از یالت خودش استفاده ببره. همچنان عبدالله زدران سعی میکنه تا از این حالت خودش نجات بده و ببینید که موفق به حرکت ریورس خواهد شد. کارتون بال میشه. مسابقه روی پا دنبال خواهد شد. پرش هر دو مورد حالا در مرکز کیت پیشروی از سیه زدران عبدالله زدران بازم رفته پاسیه توفیق الله پنچیری. نیکه که خیلی خطرناکی رزد. همچنان سعی دارن تا ضربات را رد و بدل کنن. قدرت بدنی بالایی دارن هر دو ورزشکار و ببینیم که کدام یک موفق به انجام تک دمی خواهند شد. بازم بادی شاد از سیه پنچیری زدن میشن. سعی میکنن تا حریف خودش تک دمی بسازن. نیکه که خطرناک بازم نیکیک میزنه ضربات زانو و پای حریف. ریان نیکچوگه بسته کرده با یک هوک یا یک چنگ خودش عبدالله زدران از ولایت خوست در این مسابقات شرکت کرده. همچنان سعی میکنه تا فشار بره با یه گردن حریف خودش. در دمام که ضربات نیکیک زده میشه از یه توفیق الله پنچیری. هر دو مبارز 19 ساله هستند. بازم کارتون بال میشه.
نگوشه یک کش برده حریف خودشه تفیق الهی پنشیری. ببینیم که از یه حالا از کدام یک نهایت استفاده را خط برد و لحظات کمی تا با پایان رمز نخوت باقی است. کمتر از 30 ثانیه همچنان مسابقه ادامه داره. زدران حالا تک دیم مثله و ریان نکچو خیلی خطرناک بسته شده بیا تسلیم خواهد ساخت حریف خودش از ثانیه های پایانی راوند نخست هست. فشار میره بالای گردن حریف خودش. میبینیم که موفق بعد تسلیم حریف خودش خواهد شد. خودش نجات میده توفیق الله پنجیر. حالا ضربات خطرناک و راوند نخست هم به اتمام رسید. مسابقه جذابی در راوند اول بود. راوند نسبتاً جالب بود راوند نخست. امیدوارستم راوند دوم و سوم جذابیت بیشتری داشته باشه و ببینیم که در کلی مسابقه به نفع کدام یک به اتمام خواهد رسید. توفیق الله پنشیری از ولایت پنشیر است و عبدالله زدران از ولایت خوست. آقای واسی قیمی در کنارم هستم. میخوایم نظرش در مورد راوند اولی مسابقه داشته باشم. تشکر میکنم. راوند اول بسیار زیاد خوب کار کردن و کوشش بکنن یا که اعصاب آرام بسیار خونسرد کار کنن. اردوشون بسیار جدی هستن. فایترایی که ما شما این کیچ که در داخل خود اینجا افغانستان ماندیم به خاطر از این ماندیم که کل چیز ما باید با معیارهای بیرون مرزی آماده شویم. خونسرد که کار نکنین خدای نخواسته اردوتون هم صدمه میبینین هم نکاوت میشین. کوشش کنین اردوتون خونسرد کار بکنین، میکس کار بکنین. راوند اولتون خوب بود، ببینیم راوند دو را چی میکنن. بخیر، با امید یک بازی جذاب راوند دوم مسابقه هم آغاز خواهد شد. استاد شفیع‌الله داور مرکزی از سوی مسابقه را قضاوت میکنه. حمله از سوی زدرون سعی میکنه تا ضربات را داشته باشه. عبدالله زدرون تلاش از سوی هر دو مبارز ضربات نیک یک زدم شدید پای در پای. حالا هم که حریف خودش تک دم ساخت پنشیری. ببینیم که از یالت استفاده خواهد برد. ضربات خطرناک زدم میشه همزمان از سوی زدرون. یکی از دستای حریف خودش قل ساخته تا اجازه یه تحرک بیشتر هم نده برای توفیق الله پنشیری. باز هم مسابقه ادامه داره. ضربات آکن خطرناک پای در پای اصلی هر دو مبارز سعی میکنن تا فعالیت بیشتری را نشان بتن. راوند دوم مسابقه است. مسابقه 65 کیلوگرم. ببینیم که از ایالت کدام یک استفاده بیشتر خواهد برد. دست راست حریف خودش قلف ساخته. حالا سعی میکنه تا تری انگل چوک بسته کنه. حرکت خیلی خطرناکی است. وای حریف خودش تسلیم خواهد کرد. لحظات جالب در این مسابقه. فشار میاره عبدالله زدران. ببینه که چه کار خواهد کرد در کل. تری انگل چوک هنوز موفق به تسلیم کردن حریف خودش نشده. وای حالت بسیار خطرناک در اختیار داره زدران. ضربات پای در پای چپ و راست رحمی نداره برای حریف خودش. ضربات همچنان زده میشه. مثلا مسابقه ادامه داره. آکنای چپ و راست از عبدالله زدران سالونی به وجد اومده. مسابقه یه جذابی از در راوند دوم مسابقه. همچنان ضربات آکن، ضربات چپ و راست پای در پای با سر و صورت حریف خودش وارد میکنه عبدالله زدران. ببینیم که حریف خودش تسلیم خواهد کرد در این لحظات. لحظات خیلی جالبی هست. مسابقه همچنان ادامه داره. سعی میکنه تو خودش نجات بده توفیق الله پنشیری و تمام کار تمام میسازه زدران. بعد در راوند دوم حریف خودش تسلیم ساخت عبدالله زدران.
بیانده های عزیز این رقابت هم در وزن 65 کیلوگرم به اتمام رسید و برنده مسابقه مشخص است. عبدالله زدران از مهمانان گرامی علازه کریمی، خالد امانوزاده و همچون رحمت الله امانوزاده خوش میکنیم تا داخل کش تشریف بیارن و کاپو تقدیرنامه را به ورزشکاران اهدا کنند. عبدالله زدران، آیا قبل از این مسابقه شناخت داشتی از حریف خودت و چقدر آمادگی گرفته بودی برای این مسابقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پالومری سر که در گران استاد قهرمان ساز استاد جمیل الماس نزیاد تمنا کنم چی دیزه چیز بودی زیاد تو زحمتون سر وستره او رستی بیا منا کنم در استاد سید لاشا اینا چون منک سر زیاد کوشش که خود سوزشان. چگونه دید ساعت برگزاری مسابقات به نظرت در چه ساعتی برگزار شده؟ ولا دمه سابقه ډیر غټور دی دا افغانستان د پټانو لپاره ځکه چې پیندا کې دوی کولای شي خارج تر شو خارج کې د افغانستان نوم روښانه کړي. ډیره مننه. بیننده های عزیز امیدوارم از این مسابقه هم لذت کافی را برده باشید. وقفه کوتاه داریم، دوباره برخواهیم گشت با ادامه مسابقات.